بسم الله الرحمن الرحیم با آرزوی قبولی طاعات مردم عزیز کشورمون که در شب نوزدهم و شب یکم با استغفار و رفتن به درگاه خداوند بزرگ انشاءالله همه دلها رو شستشو دادند و امروز با قلبی پاک و با اخس رحمت خداوند میتوانند بهتر به وظائف خود عمل کنند و آرزوی توفیق برای امشب مردم که شب بیست سوم ماه مبارک رمضان و آخرین شب قدر برای استفاده حد اکثر از شبی که خیر من الف شهر خب عشق به مولای ما امیر المومنین صلوات الله علی یکی از هدیه است که خداوند بزرگ به همه شیعیان و البته همه مسلمانان و به ویژه ملت بزرگ ایران عنایت کرده سراسر وجود مردم پر از محبت و ولایت و عشق نسبت به مولای متقیان علی علیه السلام است گفت حب خب با علی ابن ابی طالبی احلا من الشهدت لشاربی لو فتشوا قلبی رعو ما بهی ستران قد خودتا بلا کاتبی العدل و من جانبی و حب و اهل البیت من جانبی همه قلب مردم ایران دو سطر در او بیشتر نیست در یک سطح توحید و عدل خداوند و در سطح دیگر عشق به خاندان رسالت و حب اهل بیت وسایای امیر رو ما زیاد شنیدیم از گویندگان، سخنرانان امیر در ساعات آخر زندگیش پیامی برای همه ما فرستاد چون فرمود اوسی کما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی این وصیت من حسن و حسین به شماها هست به همه فرزندانم به همه اهل بیتم و همه اونهایی که تا روز قیامت پیام مرا خواهند دید و شنید در اون نامه معروف حضرت وقتی میگه اوسی کما به تقوی الله و نظم امرکم بعدش میگه و صلاح ذات بینکم در این وصیتنامه کوتاه مولای ما، امیر چند بار راجع به رابطه فرد فرد ما در جامعه، محبت به همدیگر، بذل و بخشش به همدیگر و عدم فاصله گرفتن و عدم جدایی و از دست ندادن برادری و محبت تأکید میکنه در آغازش امیر بعد از تقوا و نظم امر که حالا تفصیل هر کدام جای خودش داره الان نمیخوام وارد شم میگه و صلاح ذات بینکم اون چه برای امیر المومنین مهمه اینکه که در میان مردم همه رابطه خوب داشته باشن ارتباط درست داشته باشن کینه ها زدوده بشه بغزه ها از بین بره محبت ها جاش جایگزین بشه اینجا میگه فانی سمعت جدکما صلی الله علیه و آله و سلم یقول صلاح ذات البین افضل من عامت صلاح و سیام سالیان دراز نماز و روزه را یک طرف بگذارید اصلاح ذات بین رو طرف دیگر اصلاح ذات بین از سالها نماز و روزه برتر و بالاتره حالا یا به یک تفسیر از همه نماز و روزه برتر و بالاتره خیلی مهمه که جامعه ما وحدت یک پارچگی و برادری لحنی که امروز ما در جامعه میبینیم این لحنی نیست که مورد پسند مولای ما امیر باشه اونی که در روزنامه ها میبینیم اونی که در فضای مجازی میبینیم قابل قبول نیست ما همه باید برای تغییر این وضعیت و اخلاق تلاش کنیم باز در جای دیگری از همین وسیعت نام امیر میگه و علیکم به تواصل و تبازل و ایجاکم و تدابر و تقاطع از شما میخوام که به همدیگر نزدیک بشید به همدیگر وصل بشید فاصله بین شما نباشه نسبت به همدیگر جود و بخشش و عطا داشته باشید فاصله نگیرید از همدیگر باز هم اینجا تاکید میکنه به اینکه ما در کنار هم باشیم برادری و اخوت رو کنار نگذاریم حالا پایان این وسیعت نامه هم امیر به ما نشون میده که افراد و تفرید چقدر زشته و امیر دنبال اعتدال و عدالت اونجایی که میگه اذا انمت من زربتهی حاضهی فضربوه و ضربتن به ضربه امیر به همه فرزندانش میگه که اگر از این ضربت من جان به جان آفرین تسلیم کردن پا نشید تو خیابونهای کوفه بگید قتل امیر قتل امیر المومنین. امیر المومنین کشته شده باید انتقام بگیریم لا الفی انکم دماء المسلمین خوزا تقولون قتل امیر المؤمنین قتل امیر المؤمنین الا لا یقتل النبی الا قاتلی اگر بناس انتقامی گرفته بشه و قصاص بشه فقط قاتل من باید قصاص بشه و بس نه کس دیگر خب این راه رو و این شیوه زندگی رو مولای ما امیر به ما نشون میده و در این شبهای قدر و در این شبهایی که به نام مولای متقیان علی علیه السلامه باید افراد، تفرید همه اینها رو کنار بگذاریم عدالت، شفقت، دوستی، مهربانی رو جایگزین اونها بکنیم و بعد از شبهای قدر و بعد از ماه رمزون ما یک جامعه متحد دوست برادر رو در کنار همدیگر ببینیم با هر بهانه کوچکی مسئله رو بزرگ نکنیم و در کنار اون مسئله ای که با دست خودمون بزرگ کردیم بذر کینه رو نیفشانیم در جامعه های ما پاک باشه کنار هم قرار بگیریم همه برادریم همه مسلمانیم همه ایرانی هستیم همه تابع انقلابیم همه برای سرفرازی ایران باید تلاش بکنیم و این وسیعت امیر المومنین مولای متقیان به ما هست من در اینجا یک نکته ای میخوام خدمت مردم عزیز ارز کنم گزارشی روز یکشنبه در دولت داده شد از طرف سازمان برنامه و بودجه نسبت به اقداماتی که دولت در سال 99 انجام داد سال 99 یکی از سخت ترین سالهای تاریخ ایران بود برای اینکه بدونید چقدر سخت بود ما اتکاع ما به نفت به نفت و میانات در بودجه دو درصد بوده به نفت و فراورده ها شش درصد بوده یعنی همه اینا رو هم حالا حساب بکنیم هشت درصد تکیه بودجه ما بر نفت بوده در تاریخ بی سابقه است از زمانی که نفت کش شده و نفت تو اقتصاد ایران ورود پیدا کرده که بودجه کشور بدون اتکای به نفت اداره بشه اونایی که دولت رو مورد نقد قرار میدن که اگر نقد درست باشه بسیار هم خوبه ازشون متشکریم به این نکات هم توجه بکنن که دولت اتکایش در بودجه به نفت و میانات فقط دو درصد بوده خیلی مسئله مهمی است در تاریخ حالا علا رقم این علاوه رغم این که مرزهای ما در ماهای اولیه سال 99 بسته شد صادرات واردات، گردشگری، کسب، کار اینا همه خب مردم ما مطلعن به خاطر کرونا در کنار تحریم چه مشکلی برای مردم ایجاد شد اما در این حال باید توجه بکنیم که یک برنامه ای همین چند روز پیش صدا و سیما در اخبار خودش یک کارشناسی داشت میگفت که دولت هر زمانی که کم بیاره از بودجه امرانی ور می داره در بودجه جاری خرج میکنه حالا ممکنه گایی هم اینجوری باشه واقعا اما در سال 99 ما بودجه عمرانی رو بیش از مصوبش عمل کردیم و این هم در تاریخ کشورمون کمتر پیدا میکنیم در سختترین سال دولت بودجه عمرانی ما مصوبش 88 هزار میلیارد تومان بوده اونی که ما عمل کردیم بیش از 92 هزار میلیارد تومان 92 مم یک دهم ما عمل کردیم پس بودجه عمرانی را بیش از اون چی که تصور می شده بیش از اون چی که لایحه دولت بوده بیش از اون چی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده در بخش عمرانی ما بیشتر کار کردیم چون سال جهش تولید بود و میخواستیم عمل کنیم به دستور مقام و معظم رهبری خب این نکته دومی است که ما در بودجه میبینیم وقتی شرایط سخت میشه ما در تحریمیم ما در کرونا هستیم این مشکلات هست قاعدتا نباید بتونیم حقوق بگیران رو بازنشستگان رو یه مقداری بهشون کمک کنیم بگیم خب حالا امسال سال تحریم سال کرونا نمیتونیم ولی بیشترین کمک به حقوق بگیران ثابت و همچنین به بازنشستگان تو همین سال 99 شد باز برای اینکه مردم ما توجه داشته باشند به این آمار و ارقام اگر بهمن سال 98 رو ما محاسبه کنیم به عواست سال 99 بهمن سال 98 یعنی آغاز کرونا وسط سال 99 یعنی مثلا مهر ماه سال 99 چقدر اضافه شده حقوق کارمندهای ما اونایی که حقوقشون از چهار میلیون کمتر بوده پنجا و سه درصد حقوقشون در سال 99 اضافه شده اونایی که زیر چهار میلیون بوده اونایی که زیر شش میلیون بوده چلو پنج درصد حقوقشون اضافه شده افرادی که بالای شش میلیون تا ده میلیون بودند اونا هم سی و چهار درصد بر حقوقشون اضافه شده یعنی از قشت های پایین بیشترین اضافه قشت های متوسط متوسط در مجموع ما در طول این شیش هفت ماه یعنی از بهمن سال 98 حساب کنید تا مهر سال 99 به طور متوسط سی و چهار درصد حقوق اضافه شده در بازنشستگی هم همینطور اونا هم هم همسانسازی انجام گرفته هم مستمری اونها اضافه شده گزارشی که امروز حالا معمولا گله می کردن این اواخر به خاطر اونایی که بازنشسته بودند در تامین اجتماعی که یه خورده کمتر گرفته بودند، گزارشی که امروز دست من رسید از همین تامین اجتماعی اونایی که در سال 98 یک میلیون و ششصد هزار تومان مستمریشون بوده در فروردین چهارصد چهار میلیون و سیصد هزار تومان میگیرن یعنی اونایی که سی سال خدمت کردن بیش از دونیم برابر حقوق اینها اضافه شده از سال 98 که حساب بکنیم این یک سال و نیم حقوقشون دوانیم برابر اضافه شده مستمره بگیرن اینا به با عنوان بازنشستگانی که دارن پول میگیرن و اونایی که خدمتشون 20 سال بوده یعنی سی سال نبوده کمتر بوده از 20 سال یا حدود 20 سال بوده اینا هم حقوقی که در فروردین 1400 گرفتن سه میلیون و 900 هزار تومانه شما میبینید که ما نسبت به بازنشسته ها ما نسبت به کارمند ها یک اقدامی کردیم در سال بسیار سخت کرونایی و تحریمی برای سایر مردم هم تلاش کردیم آمار روز یکشنبه این بود که پول هایی که در سال 99 ما پرداخت کردیم حالا به عنوان یارانه بوده یا به عنوان کمک معیشتی بوده یا کمک معیشتی ویژه برای کرونا بوده این موارد مختلف کنار هم ما قرار بدیم 108 هزار میلیارد تومان ما پرداخت کردیم یک رقم بسیار بالایی است 108 هزار میلیارد تومان در سال 99 پرداخت شده البته این به غیر از وام هایی است که به مردم داده شده حالا وام یک میلیونی یک رقم بیش از 28 هزار میلیارد تومان ما پرداخت کردیم به عنوان وام 76 هزار میلیارد تومان وام برای کسب و کارهایی که دارای سختی بیشتری قرار گرفتند برای برخی از مستاجرینی که در فشار بودند و همچنین نزدیک سی هزار میلیارد تومان برای کرونا پرداخت شده یعنی چه اونایی که پرداخت شده چه اونایی که وام داده شده بیش از صد هزار میلیارد تومانه از طرف سهام عدالت هم ما در سال 99 دو قسطش پولش پرداخت کردیم دو تا سی درصد اونا رو هم حساب بکنیم یک رقم حدود سی هزار میلیارد تومان پول هست که حالا یه بخش اعظمش اینا پرداخت شده یه بخشش هم پرداخت میشه همه اینا رو که حساب بکنی 600 هزار میلیارد تومان به انهای مختلف حالا وام بوده بلا عوض بوده سهام عدالت بوده این در تاریخ کشور ما بی نظیره شما هم نمیخواد سال تحریم حساب کنید سال غیر تحریم حساب کنید سال غیر کرونا را حساب کنید این کار عظیم و بزرگی که توسط دولت انجام گرفته در سال 99 البته این معناش این نیست که همه ای مشکلات مردم حل شده اما این معنیش اینی که دولت در حد توانش شبانه روز به فکر بوده و تلاش کرده و اقدامات مهمی رو انجام داده که این اقدامات مهم جای سپاسگزاری است از همه اونهایی که به ملت خدمت کردند و خادم مردم بودن حالا بخشای دیگر هم هست مثلا واگذاری سهامی که بنا بوده ما سهام دولتی رو ببریم بفروشیم و در بودجه مشکلاتمان رو حل بکنیم بنا بوده دوازده هزار میلیارد باشه به جای دوازده هزار میلیارد سی و پنج هزار میلیارد ما سهام رو فروختیم به حال اقدامات بسیار مهمی انجام گرفته حالا از لحاظ رشد اقتصادی هم که شما میدونید در سال 99 علا رقم این که اکثر کشورهای جهان رشدشون منفی بوده ما در مجموع رشد ما منفی بوده در بخش صنعت حرکت بزرگی شده در بخش کشاورزی حرکت بزرگی شده در خدمات هم البته یک بخش دچار مشکل بوده بخش دیگر به هر حال تلاش شده برای اینکه زندگی مردم اقتصاد مردم علا رغم همه سختی ها بچرخه این لازم بود من خدمت مردم ایران عرض کنم یک گزارش کوتاهی از آنچه که در روز یکشنبه در جلسه هیئت وزیران مطرح شده انشاءالله این کار رو ما ادامه میدیم ما قولی که به مردم عزیز دادیم اینه که در این ماهای پایانه که حالا دو ماه سه ماه کمتر از سه ماه از پایان این دولت باقی مونده یا حالا میتونیم بگیم حدود سه ماه دیگه حالا هر حال تا دوازدهم مرداد این کمتر از سه ماهی که از کار دولت باقی مانده همچنان ما اهدافمون دنبال میکنیم ما هدف ما اینه تحریم رو برداریم ما هدف ما اینه که کرونا رو مهار کنیم ما هدف ما اینه معیشت مردم بهتر بشه ما هدف ما اینه که ترهای نیمه تمام اونجایی که میتونیم تکمیل کنیم و افتتاح کنیم همه این هدف ها رو دنبال میکنیم بانک مرکزی وظیفه مهمی بر کار بزرگی داره انجام میده اینکه قیمت دلار داره کاهش پیدا میکنه یعنی ارزش پول ملی داره میره بالا معناش کاهش تورمه معناش اینه که مردم راحت تر بتونن اجناس مورد نیاز خودشون رو با قیمت عادلانه تری خریداری بکنند یک حرکت بزرگی رو ما شاهد هستیم که این رو مشاهده می کنیم و می بینیم روزهای گذشته روزهای آینده هم این مسیر ادامه پیدا میکنه و ما شاهدش خواهیم بود در زمینه تحریم کاری که مذاکره کننده های ما در وین انجام دادند کار بزرگی بوده حالا طرف مقابل اگر به طور کامل به قانون عمل کنه به نظر من زود تمام میشه حالا وابسته ما کارمون در چارچوب درستی و حرکت درستی داره انجام میگیره مسیر مسیر صحیح و درسته و من خدمت ملت شریف ایران عرض میکنم که مردم دارن سمره ایستادگی و صبر و مقاومتشون رو در وین میبینن اگر گزارش درست باشه اگر دقلکاری نشه اگر جناهبازی نشه و ما گزارش رو درست به گوش مردم برسانیم نشان عظمت ملت ایرانه و نشان اینه که طرفهای ما در برجام فهمیدند راهی جز اجرای قانون و مقررات و قطنامه 2231 راه دیگری وجود نداره و این پیروزی دولت در ماهای پایانی است از نظر من به عنوان رئیس دولت به مردم اعلام می کنم تحریم شکسته شده بدانند تحریم شکسته شده و اگر همه با هم باشیم و متحد باشیم به زودی تحریم برداشته میشه و طرف ما میدونه راهی وجود نداره جز اینکه به قانون و مقررات و تعهداتش و موافقت نامه برجام همه برگردن امروز یک صداست در دنیا همه میگن راهی جز اجرای کامل برجام برای صلح و امنیت منطقه و جهان وجود نداره ای یک پارچه است حالا ممکنه یک رژیم دقلکاری مثل سحیونیسا اونا حرف دیگری بزنن، حالا کسی نیستن اما دنیا امروز همصداست و یک صداست و این بسیار مهمه در مسئله کرونا هم ما در مسیر واکسن یک قدم بسیار مهمی داریم برمیداریم وزارت بهداشت درمان ما هم با همه توان این بار رو بر دوش گرفته شرکت های خصوصی به میدان آمدن ما به راحتی میتونیم در ماه پیش رو میلیون ها واکسن رو در کشور وارد کنیم و این واکسن ها تزریق بشه واکسیناسیون انجام بگیره حتما ما میتونیم اگر همه دست به دست هم بدیم دست بخش خصوصی رو باز بذاریم برای واردات واکسن تمام افرادی که در خطر هستن به خاطر سنشون به خاطر بیماری های زمینه ایشون همه اینها واکسن خواهند زد یعنی گروه یک گروه دو بخشی از گروه سه همه اینها تا پایان تیر ما همه واکسن میزنن انشالله واکسن داخلی هم میاد بمیدون واکسن خارجی هم آماده است انشالله امیدواریم ده ها میلیون دوز واکسن در هفته های آینده در اختیار مردم ما قرار بگیره و به سرعت ما ما یه جای 20 میلیون داریم یه جای ده میلیون داریم همه این هم اگر دست به دست هم بدیم سریع وارد میشه بانک مرکزی ما هم در تامین ارزش علا رقم این که مشکل داره اما اعلام کرده که در زمینه واکسن من بلادرنگ پول رو پرداخت میکنم بنابراین قولی که ما به مردم دادیم در کرونا در تحریم پای قول خودمون هستیم تا امروز بودیم تا روز آخرم خواهیم بود ان شاء الله و ما نکته آخر نکته قدسه ما روز جمعه این هفته روز قدس رو داریم و روز قدس یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران و از وسایای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تقریبا انقلاب ما که پیروز شد در همون ماه اولیه در همون سال 58 چند ماهی از انقلاب ما بیشتر نگذشته بود سهیونیس ها هم به مسجد الاخصا اون روزا حمله کردند، هم جنوب لبنان را داشتن بمباران می کردن. تو اون شرایط امام جمعه پایان ماه رمضان رو روز قدس عالمی اعلام کردن و همون سال هم این مراسم راهپیمایی انجام شد در ایران در برخی از کشورها هرچه زمان هم گذشته کشورهای دیگر هم به این ندا پاسخ مثبت دادن کشورهای منطقه در عراق در سوریه در لبنان در افغانستان در پاکستان در بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی مسلمان ها به صحنه آمدند به خیابان ها آمدند فریاد زدند خیلی مهم بود یک توطعه بزرگ آمریکا و سهیونیزم شکسته شد اونا فکر میکردن قدس برای همیشه فراموش شده اونا فکر میکردن اشغالگر در سرزمین اشغالی تثبیت شده این زلزله رو امام ایجاد کرد و به اونها فهماند که قدس پیروزه ملت فلسطین به سرزمینشون باز خواهند گشت دیر یا زود و قدس و مسجد الاقصا به عنوان قبلگاه اول مسلمین در اختیار مسلمانان که البته همه ادیان به این سرزمین احترام میگذارند و باید بتونن احترام بگذارند اما از دست اشغال نجات پیدا خواهد کرد سهیونیس ها به عنوان دشمنان منطقه به عنوان دشمنان امنیت به عنوان دشمنان ملت فلسطین به عنوان دشمنان همسایگانشون به عنوان قاتلان و صفاکان تاریخ و به اونها و اونهایی که میلیون ها انسان رو از خانه و کاشانه خودشون رو آواره کردند جانیترین افراد در تاریخ اگر ما ورق بزنیم در دهه های گذشته از سهیونیست ها بدتر پیدا نمی کنیم. حالا البته یه گروهی مثل داعش هم آمدن اونام هم جلاد بودن مثل سهیونیست ها اما حالا برحال اونا دورانشون کوتاه بود به سر آمد اما اینها سالهاست هفتاد و چند ساله بر این سرزمین مسلط شدن سهیونیست ها همیشه علیه انقلاب اسلامی ایران و ملت ایران و امام و رهبری و رزمندگان ما یک کینه خاصی داشتن خب شاید از نظر ظاهری هم روشن باشه برای ما که چرا این کینه رو دارن خود اونها وقتی انقلاب پیروز شد گفتند پیروزی انقلاب یک زلزله در منطقه بود و خب خیلی تلاش کردند علیه انقلاب اسلامی تلاش کردن این انقلاب رو سرنگون کنن علیه ملت ایران تلاش کردن تمام گرفتاری هایی که ملت ما شاهده وقتی شما ریشه هاش رو بریم میبینی بر میگرده به سحیونیست ما در سال 93 مسئله برجام ما تمام بود داشتیم توافق میکردیم توافق نهایی شده بود سهیونیست ها و ارتجاع منطقه آمدند تو اروپا و سر و آمریکا کلا گذاشتن با آمریکایی ها گفتن چرا عجله میکنید الان برای توافق نهایی یه چند ماه سب کنید ما قیمت نفت رو اونقدر میبریم پایین که هر چه شما بگید ایران قبول کنه البته قیمت نفت رو آوردن پایین مشکلات فراوانی درست کردن نفت رو تا 25 دلار هم آوردن پایین نفت 104 دلار 112 دلار تا تو 25 دلار هم آوردن پایین همه این فشارها رو به ما آوردن البته تاخیر افتاد ما در سال 93 بنا بود که برجام نهایی بشه این رو خب تاخیر انداختن شد 94 اما هیچ ترفی نبستن و وقتی برجام موفق شد و پیروز شد خب حالا توطئه های بزرگی بازم کردن برای اینکه به هم بزنن بازم موفق نشدن. برجام مستقر شد اسرائیلیا عصبانی ناراحت هیچ که در دنیا ناراحت تر از صهیونیست ها در سال 94 نبود تمام دوستان ما در 94 به ما تبریک گفتن از عراق گرفته از سوریه گرفته از لبنان گرفته همه این کشورهای دوست ما همه یکی که تلفنی به من تبریک گفتن همه عزیزان ما در منطقه مثل حزب الله لبنان همه تبریک گفتن سهیونیسا عصبانی سهیونیسا ناراحت که چرا آمریکا این رو قبول کرد چرا این کار رو کرد و از همون روز رفتن دنبال توته این توته رو ادامه دادند این توتعه رو از طریق انتخابات آمریکا تونستند عملی بسازند سهیونیست کار بزرگی کردن برای اینکه ترامپ پیروز شه و میدونستن این آدم آدم ناشی است سرش راحت میشه کلا گذاشت سرش کلا گذاشتن او رو مزدور خودشون کردن و برجام رو به هم زدن و فکر کردن حالا که برجام رو به هم زدن دیگه تمام شد اون چیزی که از سال 57 ناراحت بودند که انقلاب اسلامی در ایران پیروز شده گفتن خب این انقلاب تمام شد دیگه با تحریم و جنگ اقتصادی که علیه ایران درست کردن گفتن ایران باقی نمیمونه این حرفی که ترامپ میگفت ایران سه ماه بیشتر نمیتونه بمونه این حرف صهیونیستا بود اون حالا چیز سرش نمیشد سه ماه و چهار ماه رو اون نمیفهمه سحیونیستها بهش گفته بودند تو این کار رو اگر بکنی سه ماه ایران نمیتونه دوام بیاره مقاومت ملت ایران صبر ملت ایران کاری که مردم ایران در این سه سال و نیم کردند در تاریخ ایران بینظیر هست ملت یک پارچه یک صدا مقاوم دست به دست هم دادند در جنگ اقتصادی پیروز شدند و طرف جنگ رو شکست دادن یعنی الان طرف جنگ ما فهمیده که به اهدافش نرسیده و هیچ وقت نخواهد رسید هدف اونها که فقط آزار مردم نبود آزار مردم یه هدف کوچک که اونها بود هدف اصلی اونها سرنگونی نظام بود هدف اصلی اونها از بین بردن ایران بود هدف اصلی ایران تک پاره کردن ایران بود تمامیت ارزی ایران رو از به اون اهدافشون هیچ کدام نرسیدن البته هیچ وقت هم نخواهن رسید از اون طرف سهیونیست ها تلاش میکردن بین ما و کشورهای منطقه فاصله بندازن خب یه اقداماتی هم کردن شما میدونید چه تلاش هایی کردن در این مدت برای بعضی از کشورهای عربی منطقه که اینا از ایران فاصله بگیرن و بگن مشکل شما ایرانه مشکل کس دیگه نیست این هم داره منجر به شکست میشه امروز امروز روز عزای صهیونیست ها در قدس سال 1400 هم جنگ اقتصادی که علیه ایران از طریق آمریکا به راه انداختند در حال شکست نهایی است و هم فاصله ای که میخواستند بین ایران و کشورهای منطقه بندازند اون هم در مسیر نهایی شکست هست اون هم امروز همه کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدن که با ایران باید خوب باشن حتی اظهار میکنن ما با برجام مخالف نیستیم برجام اجرا بشه مشکلی ما با برجام نداریم این حرفی که سال 94 هم به این سراحت کسی نمیگفت امروز دارم میگن ما با برجام مشکل نداریم دو مرتبه برجام اجرا بشه دو تا فتنه بزرگ سحیونیس ها به خاطر مقاومت ملت ایران در این سه و نیم سال امروز در حال شکست نهایی است توطعه اونها علیه ملت ایران و علیه برجام توطعه اونها علیه روابط خوب ایران با کشورهای همسایه هر دو این توطعه در حال شکسته الحمدلله امروز مسیر هم برای پایان تحریم هموارتره امیدواریم طرف مقابل هر چه سریعتر در برابر قانون و مقررات صد فرود بیاره بدون ما کمتر از برجام راضی نمیشیم اگه اونا میخوان برجام برگرده ولی یک کلمه یک گوشه سایب سابیده بشه ما قبول نمیکنیم برجام به طور کامل باید اجرا بشه حقوقی که ملت ایران در توافق برجام به دست آورده باید به طور کامل اجرا بشه و به دست بیاره ما از هیچ حق منصرف نظر نخواهیم کرد و انشالله با ادامه راه و ایستادگی با دیپلماسی بسیار خوب وزارت خارجه ما با کمک بقیه دستگاه ها در کنار وزارت خارجه که امروز دستگاه های دیگر هم در وین کنار وزارت خارجه هستند و با تلاشی که همه دارن انجام میدن برای اینکه ما در منطقه بتونیم روابط بهتری با همسایگان داشته باشیم به حول قوه الهی در هر دو مسیر انشاءالله به برکت مولا امیر المومنین و شبهای قدر انشاءالله موفق و پیروز خواهیم شد و السلام علیکم و رحمت الله و برکت